توصیه های پزشکی امیر تتلو همه رو شوکه کرد. دوستان عزیز به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفا قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریش رو لطفا فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. دقایق پیش امیر تتلو با منتشر کردن چند پست جنجالی در کانال یوتیوبش نوشت مسئله مهم بعدی نرمالی گاوها، گوسفندها، مرغها و خوکها و خیلی از حیوانات بیدفاع دیگه که از هوش و سطح آگاهی کمتری برخوردارن. باید توی این سالها نسلشون منقرض میشد ولی انسانها به اشتباه یا فکر شده با تکثیر غیر طبیعی اونا رو نگه داشتن که میانگین سطح آگاهی جمعی پایین بمونه. اینو دیگه همه میدونن که یه میوه خراب یه سبد میوه رو خراب میکنه و حضور و موندن موجوداتی که سطح آگاهی و شعور کمتری دارن به هیچ وجه اجازه نمیده که سطح آگاهی دیگر موجودات از یه حدی بالاتر بره. همین وجودشون خودش خیلی مسئله مهمیه. حالا کاری به مرگ و میر و خوردنشون و پیوستنشون به چرخه مرگ و میر و پیر شدن و میکروب و بقیه مسائل و این حرفا نداریم. همچنین تتلو با منتشر کردن یه پست دیگه در ادامه نوشت مسئله مهم بعدی بدن انسانه که به صورت طبیعی مورفین محدود تولید میکنه. اما در طولانی مدت و طی فشار کارهای زیاد احتیاج به مورفین بیشتر میشه. در واقع ما احتیاج داریم که از بیرون به بدن مورفین اضافه کنیم برای فشار بیشتر و کارایی بالاتر. همونطور که احتیاج داریم به این که از بیرون کربوهیدرات و پروتئین و ویتامین‌های دیگر رو به بدن از طریق غذا وارد کنیم. اما استفاده از مورفین غیر قانونیه و این امر بسیار مهم مخفی نگه داشته شده. این مثل این میمونه که غذا خوردن رو غیر قانونی کنی و باعث میشه که بدن انسان همیشه از لحاظ مورفینی گشنه بمونه و هرگز نمیتونن از یه حدی بالاتر پیشرفت کنن. چرا؟ جواب خیلی ساده است. همونطور که بدن انسان برای فعالیت بیشتر احتیاج به پروتئین و کربوهیدرات و ویتامین بیشتر داره، برای ریکاوری اون فعالیت بیشتر هم احتیاج به مورفین بیشتر برای ریکاوری داره. و پشمام وقتی میریزه که میگن مثلا رهبر فلان کشور خیلی باهوش و خیلی خفنه. سه نقطه ترین رهبرها رهبرهایی هستن که از وجود بار الکتریکی در بدن انسان خبر ندارن و اهمیت تخلیهشون نمیدونن و کشتار و خوردن حیوانات رو متوقف نمی کنن. و از اون ور فروش و مصرف الکل امری طبیعیه و از اون ور گیاه واقعا مفیدی مثل ماریجوانا محدود و غیرقانونیه. در حال حاضر رهبرهای تمام کشورها در روی زمین حداقل یکی دو تا از این مسائل بسیار ساده و مهم رو نفهمیدن. پس اصلا رهبر حتی معمولی هم وجود نداره و همه تنها احمق و احمق‌ترن و به زودی یکی پس از دیگری جان به جان آفرین تسلیم خواهند کرد به همین سادگی. اینم جدیدترین پست های امیر تتلو بود که برای شما عزیزان در واقع روایت کردیم. اما میپردازیم به جنجال ها و حواشی دیگر امیر تتلو. لطفا تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. بعد از جدایی سحر قریشی از امیر تتلو، تتلو حواشی خیلی بیشتری رو نسبت به قبل به دنبال داشت. امیر تتلو با منتشر کردن پست جدیدی این چنین نوشته بعضی وقتا یکی خوابش نمیاد، میگه من برم بخوابم. چرا؟ چون فکر میکنه مزاحمه. فقط منتظر یک کلمه است که بگی نشستیم حالا بمون. دنبال یک کلمه است که بمونه و نره. اما بعضی وقتا یکی واقعا خوابش میاد و هرچی هم بگی بمون اون دنبال رفتن و خوابیدنه. اونی که واقعا خوابش بیاد و به زور هم که نگهداری باز رو مبل خوابش میبره. اونی که واقعا خوابش میاد رو غذا بهش ندی گوش نمیخوابه. غذا بهش بدی سیر شده خوابش میاد. ناراحت باشه با اشک میخوابه، خوشحال باشه با خنده میخوابه. اونی که خوابش میاد و هر کاری کنی میخوابه، درست مثل اونی که خودشو زده به خواب و هر کاری کنی بیدار نمیشه. وقتی واقعا خوابت میاد میگی از 1 تا 9 رو چند دفعه برم. وقتی آماده خوابیدنی و همه کاراتو کردی به خودت میگی چند بار مسواک بزنم، چقدر بنویسم،
چقدر غذا بخورم، چقدر کار کنم، چقدر ورزش کنم، چقدر دوستامو ببینم. دیگه وقتشه بخوابم که یه روز جدید شروع شه. بعضی وقتا دیگه فقط یه کار مونده و اون خوابیدنه. باید بخوابی تا بتونی فردا رو حس کنی، تا شاید یه روز جدید رو ببینی. بعضی وقتا فقط یه کار مونده و اون مرگه. برای خوب خوابیدن باید اول کاراتو بکنی و بعد باید بدهیاتو بدی، بعد غذا بخوری و مسواک بزنی و بعد تخت خوابتو آماده کنی. در آخر باید یک یادداشت برای کسایی که صبح ممکنه وقتی خوابی بیدارشن بذاری. من کارامو کردم، مسواکمو زدم، حتی یادداشتمم با آهنگ مرگ گذاشتم، تصویر سازی کردم، وصیت کردم، من آماده رفتنم، من خوابم میاد. جدا از این که خوابم میاد، مزاحم هستم، بیادبم، بارها بیرونم کردن، چه مجازی چه واقعی، حتی حکم مرگمو بارها دادن و حتی فاتحه‌مو خوندن. منو هر جور نگاه کنی وقت رفتنمه. من دیگه چیزی خوشحالم نمی کنه. من دیگه هیچ کیو خوشحال نمی کنم. من شدم مثل یه ظرف شیشه‌ای که هزار ترک خورد و منتظر یک تلنگره که پخش یه کف زمین و بقیه هر روز با هزاران تلنگر و ضربه های بزرگ و کوچیک به هم بزننش و خوردش کنن و من از هم بپاشم و بشکنم. شاید قوی بودن به خورد نشدن و نریختن نیست و شاید یه جا باید شهامت خورد شدن و ریختن رو داشته باشی. بعضی وقتا وارد یه جاده‌ای میشی که هزار جهت داره و تنها راهت اینه که شل کنی و کونو بذاری زمین. ریشه برای رفتن نیست، برای موندن و میوه دادن و خشک شدن و سوختنه. من ریشه هامو کردم، میوه هامو دادم، الان وقت بریده شدن و سوختن و دود هوا شدنه. میخوام دودشم برم تو آسمون، میخوام یه شعبده باشم ولی غیبشم دیگه ظاهر نشم. موزیک مرگ کامل کننده گرگ بود. من دیگه بیبی گرگ نیستم، یه گرگ پیرم که وقتشه جا رو برای بیبی گرگ ها خالی کنه. من دنبال مرگ هستم، اما خودکشی حق من نیست. خودکشی برای اوناییه که بنبست میبینن. من ته بنبست نیستم، من نوک قلم. بعضیا فکر میکنن فتح کردن قله فقط فتح کردن قله است و بعد باید برگردن پایین. منتها اینجوری نیست. قله پایان نیست. قله سکوی پرتابه. وقتی میرسی به قله باید سه نقطه پریدن هم داشته باشی. وگرنه بر میگردی پایین و باید تو کوه پایه با کسایی که اصلا به قله نرسیدن شامتو بخوری.